خب ببینید، آسیا میشه مبتدا، اکبر میشه خبر، اسم تفضیل مذکر هستش چون بعدش من اومده از تر استفاده کردم. من اروپا هم میشه جار و مجرور. آفرین بچه ها. الان به ترجمهش نگاه کنید بچه ها. گفته آسیا بزرگتر از اروپاست. پس اگر اسم تفضیل بیاد بر وزن افعل، افعا، افعله یا فعلا فرق نمی کنه. اگر اسم تفضیل بیاد بعدش بچه ها من بیاد از تر استفاده می کنم. اگر مضاف الیه بیاد از ترین استفاده می کنیم. کسی تا اینجا مشکل نداره؟ میریم جمله بعدی بچه ها. آسیا اکبر و قارات العالم. آسیا من اینجا نمیستمش. گفته آسیا اکبر و قارات العالم. عالمه. اینجا رو نگاه کنید بچه ها. اینو برای من اعراب کنید کلمه کلمه لطفا. آسیا میشه مبتدا، اکبر رو میشه چی بچه ها؟ خبره. اسم تفضیل چی هم هست؟ مذکره، درسته؟ الان بعدش چی اومده بچه ها؟ بعدش مضاف الیه اومده. آفرین. اگر بعدش اسم مجروری بیاد، نگاه کنید، اگر بعد از اسم تفضیل اسم مجروری بیاد این میشه مضاف الیه. الان تو ترجمه چی استفاده میکنم؟ از ترین استفاده میکنم. العالم هم میشه بازم مضاف الیه برای قارات. پس اینجا تو ترجمه من از چی استفاده میکنم؟ از ترین استفاده میکنم. میگم آسیا بزرگترین قاره های جهان است. آفرین. حالا میگم جمله بعدی. آسیا اکبر و قارت فی العالم. دوباره آسیا میشه چی بچه ها؟ میشه مبتدا. خب اکبر رو میشه چی دوباره؟ میشه خبر، اسم تفضیل مذکرم هست. فی العالم میشه جار و چی بچه ها؟ مجرور میشه. الان قارتن باز هم چون اسم در واقع اسم هستش، مضاف الیه هستش، از چی استفاده میکنم تو ترجمه بچه ها؟ تر یا ترین؟ آفرین، ترین. آسیا بزرگترین قاره در جهان است. کسی تا اینجا مشکل نداره؟ هر کس سوال داره بپرسه تا اینجا. خب مرسی. الان نگاه کنید بچه ها، یه لحظه گوش کنید بچه ها تا اینجا یه لحظه. خب خانم سالی سوالتو بپرس ببینم. آخری بازم مثل همونه، آسیا مبتداست، اکبر و خبره، قارت مضاف الیه، فی العالم جار و مجرور هستش. قارات خانم، قارات رو میگید دوباره؟ قارات ببینید اینجا نگاه کن، مگه این مبتدا نیست؟ آسیا اکبر و خبرشه. اگر دو تا اسم کنار هم بیان، اسم دوم مجرور باشه، ما به اسم اولی میگیم مضاف، به دوم میگیم مضافون الیه. الان قاراته میشه مضافون الیه هستش. العالم چی حالا؟ دوباره میگه قارات العالم. ببینید بچه ها یه نکته من بگم تا اینجا رسیدیم. هر کلمه دیدیم مجروره. نگاه کنید هر کلمه دیدیم مجروره، دو حالت داره. گوش کنید بچه ها یکی سوال کنید چون من نمیدونم جواب کدومتونو بدم. اگر کلمه مجروره دقت کنید، نگاه کنید قبلش رو، اگر قبلش اسم باشه خودش میشه مضاف الیه، اما اگر قبلش مثل اینجا حرف جر باشه میشه جار و مجرور. اینجا کسره داره، قبلش اسمه میشه مضاف الیه. عالم مجرور شده چون قبلش دوباره اسمه میشه مضاف الیه. خب سوال مگه نه فعلی برای مقایسه نمیاد؟ فعلا برای مقایسه نمیاد. بذار برسیم بهش، اونو میگم. فعلا ما فعلا رو نداریم. الان من فعلا رو که گفتم میگم. ببینید
فعلا هیچ وقت برای مقایسه میگیم اگر من بخوام دو تا اسم مؤنث، گوش کنید بچه، اگر من بخوام دو تا اسم مؤنث رو با هم دیگه مقایسه کنم، فقط از اسم تفضیل مذکر استفاده میکنم. فقط از اسم تفضیل مذکر. یعنی چی بچه ها؟ یعنی میتونم از افعال استفاده کنم، میتونم از افعا استفاده میکنم، از افعلا. فقط از این ستا میتونم برای مقایسه دو تا اسم در واقع مذکر یا مؤنث از این استفاده کنم. هیچ وقت برای مقایسه من نمیتونم، هیچگاه برای مقایسه من نمیتونم از دو تا، گوش بدید، هیچ وقت برای مقایسه من نمیتونم از اسم تفضیل مؤنث استفاده کنم، فقط در صورتی که صفت باشه. مثلا من میگم فاطمه الکبرى، فاطمه بزرگ یا بزرگتر، صفت باشه. الان اکبر مضاف هستش هم برای قارات هم برای عالم؟ نه، ببین اینجوری نیست. گوش بده یه لحظه بچه ها، سوالتون یکی یکی بپرسید. اکبر نگاه کنید، اکبر مضاف برای قارات، قارات دوباره مضاف برای عالم، اینجوری هستش. خب بچه ها سوالاتون رو بذارید کم کم آخر بپرسید، چون من یکم جلوتر برم، چون این همه سوال نمیتونم پاسخگو باشم. نقش اروپا کجاست؟ جار و مجروره دیگه. خانم وایس ها رو باز کنید، باز میکنم بعدا تو گروه بپرسید بعد از کلاس. خانم من شرایط مضاف الیه بودن رو همیشه اشتباه میگم، میتونید بگید اسم تفضیل مذکر نیومد مضاف الیه؟ نه اینجوری نمیتونید بگید، دارم میگم دیگه بهتون مضاف الیه رو، گوش کنید بچه. اگر کلمه بیدی مجروره دو حالت داره، قبلش اسم بیاد میشه مضاف الیه قارات، دوباره این کسره داره چون قارات دوباره اسم عالم میشه مضاف الیه. هر کلمه مجروره دو حالت داره، قبلش حرف جر باشه میشه جار و مجرور، قبلش اسم باشه میشه مضاف الیه. بچه الان اینجا رو دقت کنید بچه ها، الان من چند تا مثال میدم بهتون. خب اینها خیلی بهتر هستش. یه نکته بنویسید، بنویسید نکته اسم تفضیل آرمارو. میگم که همه این نکات رو بگم چون خیلی نکته داره. بنویسید اسم تفضیل یعنی مقایسه، اسم تفضیل یعنی مقایسه میان دو انسان یا دو حیوان یا دو چیز که در مذکر بر این سه وزن می آیند. نکته بسیار مهم و کنکوری بنویسید. نکته بسیار مهم و کنکوری. حرکت اسم تفضیل، حرکت آخر درست، حرکت آخر اسم تفضیل با توجه به نقش آن در جمله تغییر می کند. حرکت آخر اسم تفضیل با توجه به نقش آن در جمله تغییر می کند. یعنی چی بچه ها؟ یعنی اگر نقش فاعل، نائب فاعل، مبتدا یا خبر بود او میگیره. مثلا بگیم اکبر رو، چون خبر بود او گرفت. اما اگر مفعول ا میگیره میشه اکبره. پس دقت کنیم با توجه به نقشش تو جمله حرکت آخرش تغییر میکنه. الان چند تا مثال من میزنم برای اینها، شما این ستا رو بنویسید. حالا من چند تا مثال میزنم برای هر کدوم از اینها.
اکرم اسعد امجد اکبر اصغر. اینها بر وزن چی میان؟ بر وزن افعل میان. اگر اکبر به عنوان اسم بیاد چطور میشه؟ اگر به عنوان اسم شخصی بیاد اونجا، اگر به عنوان اسم بیاد دیگه مبتداست، دیگه اسم تفضیل نیست. اینجا دیگه اسم تفضیل نیست. اگه اسم شخص بیاد دیگه اسم تفضیل نمیتونه باشه، مشتق نیست. خب از کجا بفهمیم؟ خب معنی جمله دیگه، از معنی جمله میفهمه این اکبره آیا اسم شخص داره میگه، خب، یا اینکه داره مثلا اسمش منتظر میکنه، مثلا به عنوان اسم تفضیل میاد. از مدین معلومن، اسعد و اکبر و نمیدونم اکرم و اینا مشخصن، برای گفتم دیگه برای مقایسه دوتا انسان دارم بهتون میگم، برای مقایسه دوتا انسان، دوتا حیوان، دوتا نمیدونم اشیا به کار میرن. شما مقایسه رو نمیتونی تشخیص بدی تو جملهاتون. الان مثالی میزنم، صبر کنید فعلا اینا رو بگم بعد مثال میزنم. میریم برای افعال مثل اعلا، اقنا، اتقا، ادنا، اقبا. اینها هم اسم تفضیل هستش. بعد از اکرم اسعد نوشته شده. اسعد. حالا بر وزن افلا میریم، میگیم احب، اجل، اقل، اعز. اینها هم بر وزن چی میان بچه ها؟ اینها هم بر وزن افعا میان. اقنا، اقوا، اینا همشون چی هستن؟ بر وزن افعا، و اینها هم اسم تفضیل هستش. بله از صفحه بعدم براتون عکس رو میگیرم، نگران نباشید. خب حالا بریم سراغ یک مثال بزنیم برای اینا. خب گوش کنید تا من مثال بزنم. فایل کتابشو بیارم که با توجه به فایل کتاب اینو بگم به تو. خب یه لحظه صبر کنید تا من متن رو بیارم، متن کتاب خودتون رو در متن درستون رو یه اسم تفضیل پیدا کنید. خب ببینید الان توی کتابتون، توی متن درس نگاه کنید. مثلا میگیم من هو و گفته این جمله رو نگاه کنید. قد یکونو بین الناس من هو و احسنو مننا، من هو و احسنو مننا. این جمله رو به شما دادن. خب بچه عکس میگیرم میفرستم براتون. خط دوم ادنا، اعلا، اقنا، اتقا، ادنا، اقبا. اینجا نگاه کنید، قد یکون بین الناس من هو احسن مننا. اینو نگاه کنید بچه‌ها این جمله. آیا در این جمله ما اسمی داریم که بر این سه تا وزن اومده باشه؟ کدوم کلمه است؟ احسن. خب احسن رو من میگیرم به عنوان اسم تفضیل میگیرم. اسم تفضیل چی بچه ها؟ مذکر.
میگه هو احسن منا، او از ما بهتره، یعنی حالت مقایسه رو داره انجام میده، درسته؟ بعد چی اومده؟ من اومده، حرف جر من اومده. الان تو ترجمه من از تر استفاده کنم یا ترین استفاده کنم؟ از تر استفاده می کنم. پس دقت کنید، میاد یه جمله به شما میده مثل همین، میگه اسم تبدیل پیدا کن، شما دنبال کلمه ای میگردید که یکی از این سه تا داخلش باشه. اگر یکی از این سه تا داخلش بود، حالت مقایسه هم داشت، میگه اسم تبدیل مذکر هستش. بچه ها امشب براتون چند تا تست از همینا میفرستم، زمان میدم که شما حلش کنید. اعراب کلماتی مثل چی؟ کل قدم چجوریه؟ کل قدم چیه؟ کل قدم کجاست؟ بربست فولا بیاد هم میشه؟ خود نمیدونم، منظورتون اصلا نمیفهمم، واضح تر بگی تا من بفهمم. خانم از چهار تا اسم مشتق بفرستید، از چهار تا اسم مشتق، یعنی مثال از چهار تاش بگم. تست همشو میگم، نگران نباشید، تست از همش میگم. یه بار دیگه از روی اینا من میخونم، گوش بدید. کلماتی مثل کل، قد، الف و نون، خب چشونه اینا یلدا؟ خب اینا چشونه؟ خب کل و قد و ام اینا چی هم؟ اصلا چرا تو به اینجا دارن؟ ها نقش اینا رو میخوای؟ نقش اینا رو میخوای؟ خب دیگه بذار متن درس، ما کل ندارم، من الان توی جمله کل من ندارم، انم ندارم، کجاست؟ قد داریم ایناش، قد داریم، خب فقط قد داریم، فقط قد دارم. قد باید نکته بگم، گوش کنید، قد باید نکاتشو بعدم بگم. فعلا برای قد، چون جز آزمون روز جمعه شما نیست، من نمیگم. صبر کنید تا قسمتی که جز آزمون روز جمعه شما هست و من بگم بچه‌ها لطفاً. خب اعرابشو میخواستم قد، اگر بعدش ببین یه لحظه گوش کن، صدا تاثیر منو دارید بچه‌ها؟ تصویر من هست؟ خب نگاه کنید بچه ها، اگر قد، بذار من اینو بگم، یه لحظه گوش کنید بچه ها، یه لحظه، یه لحظه، اول یه لحظه صبر کنید، من اینا رو یه دور بخونم، عکسشو بگیرم، بعد قد رو توضیح بدم. گوش کنید، سوال مهم کنکورم هست. یکی وزن افعال داریم، اکرم، اسعد، امجد، اکبر، اسقر، افعا، اعلا، اقنا، اتقا، ادنا، اقوا، افلا، احب، اجل، اقل، اعز، اهم. ما به اینها میگیم اسم تفضیل. ادنا یعنی نزدیک، نزدیکتر از این میاد. خب حالا گوش کنید، من یه عکسی از این بگیرم یه لحظه بچه. خب الان بنویسید نکته لطفا، یه نکته بنویسید. یه نکته برای قد بنویسید بچه ها، قد بنویسید. اگر قد بچه ها، این دوتا نکته رو بنویسید، نکته بسیار بسیار مهم کنکور. من خواستم وقتی متن اعراب میکنم همون موقع بگم، ولی خب حالا اجور هستید اشکال نداره. ببین بچه ها، ما دوتا قد داریم، گوش کنید، ما دوتا قد داریم، قد به اضافه فعل ماضی داریم، قد به اضافه فعل مضارع داریم. این دوتا بسیار مهمن، گوش کنید، ما دوتا قد داریم، قد به اضافه فعل ماضی، قد به اضافه فعل مضارع. اینا هم بسیار بسیار مهم هستن.
الان ما میخواییم ببینیم ما بگیم که به اینها ما چی میگیم. بچه ها دقت کنید یه لحظه بنویسید. اگر قد به اضافه فعل ماضی بیاد ما به این قد میگیم حرف تحقیق. ما به این حرف میگیم حرف تحقیق که به صورت ماضی فعلی ترجمه میشه. پس گوش کنید، اگر قد بیاد بهش میگیم حرف تحقیق، اسمش تحقیق. بعد در ترجمه به صورت ماضی چی ترجمه میشه؟ ماضی نقلی. مثلا من میگم قد قال، میخوام ترجمهش کنم، میگیم گفته است. اگر قد، گوش کنید، قد بعدش ماضی بیاد ما میگیم حرف تحقیق که در ترجمه میشه ماضی نقلی. قد قال میشه گفته است. حالا میریم سراغ قد به اضافه چی بچه؟ قد به اضافه فعل مضارع. میخوایم ببینیم که اگر قد بعدش فعل مضارع بیاد به چه صورت ترجمه میشه و ما چی بهش میگیم. برای قد به اضافه فعل مضارع این هستش بچه، اول ما به این میگیم حرف تقلیل بهش میگیم. به این قدی که بعدش فعل مضارع میاد ما میگیم حرف تقلیل بهش میگیم. حالا میخواییم ببینیم که این حرف تقلیل چی هستش بچه ها. نگاه کنیم بچه ها، حرف تقلیل که ما میگیم وقتی بیاد به دو صورت ما میتونیم ترجمهش کنیم. حالا میخواییم ببینیم که به این دو صورت وقتی ما میگیم به دو صورت ترجمه میشه یعنی چی؟ بنویسید یک، به صورت نکته بنویسینش. بنویسید یک به صورت شاید به اضافه مضارع التزامی. شاید اگر بیاد فعل به صورت التزامی ترجمه میشه. اگر گاهی بیاد به اضافه مضارع اخباری. پس گوش بدید، یکی از سوالات مهم کنکور هستش بچه ها. یه لحظه گوش کنید تا بگم. اگر قد بیاد بعدش فعل مضارع بیاد ما به قد میگیم حرف تقلیل که این فعل مضارع ما به دو صورت ترجمه میشه. یکیش شاید مضارع التزامی، دو گاهی مضارع اخباری. پس به دو صورت ترجمه میشه. الان من یه مثال میزنم براتون که اون مثال رو راحت تر بفهمید. همین مثال پایین رو الان من به دو صورت میخوام ترجمهش کنم. به دو صورت باید ترجمه بشه دیگه. الان من به دو صورت این جمله رو ترجمه میکنم. شما بنویسید، بنویسید که گاهی میان مردم، گاهی میان مردم کسی هست که از ما بهتر می باشد. یا است میشه مضارع اخباری که ما میگیم میشه می باشد. حالا ترجمه دومش میگیم شاید میان مردم کسی هست که از ما بهتر باشد که میشه مضارع چی بچه ها؟ التزامی. پس اگر قد بر سر فعل مضارع بیاد میگیم حرف تقلیل که به دو صورت ترجمه میشه شاید التزامی گاهی اخباری میاد. یکی از سوالات بسیار بسیار مهم کنکور هستش. خب حالا ادامه میدیم بچه ها، یه لحظه من از این عکس میگیرم که بفرستم براتون.
به جای گاهی شاید بذار آخرش باشد ماندانا. جمله دوم اولش رو شاید بذار آخرش رو بذار باشد. فقط قسمت اول و آخرش تغییر میکنه ولی بقیهش تغییری نمیکنه. خب ادامه میدیم بچه ها، گوش کنید چون زمان نداریم، باید به آزمون روز جمعتون برسید. باز هم چند تا نکته بگم، دقت کنید بچه ها به نکات. گفتیم اگر ما بخوایم، گوش کنید بچه ها، ما گفتیم اگر بخوایم آزمون قلمچی، اونه که آزمون قلمچی میدن جمعه آزمون دارن دیگه، گوش کنید بچه ها. اگر مثلا من بیام اسم تفضیل رو جمع ببندم، اگر اسم تفضیل رو بخوام جمع ببندم، اگر اسم تفضیل من مذکر باشه به دو صورت ما میتونیم اونو جمع ببندیم. گفتیم با و نه یا نه یا با جمع مکسر. مکسری که بر وزن چی باشه بچه ها؟ افاعل باشه. با جمع مکسری که بر وزن چی هستش؟ افاعل هستش، جمع بسته میشه. مثلا من یه مثال میدم، ببینم شما میتونید این کلمه رو برای من جمع ببندید. مثلا من میگم افضل، میخوام جمعش کنم، چی میشه؟ میخوام افضل رو جمع کنم، میشه افاضل. آفرین. اگر میخوام با واونونه اونو جمعش ببندم چی میشه؟ اگر با واونونه اونون افضلونم، افضلینم، به دو صورت جمع بسته میشه. آفرین بچه ها. یه نکته رو دیروز تو کلاس دیروز ما گفتیم بچه ها، هر کلمه بر وزن افاعل بیاد جمع مکسر نیست، میام مفردش میکنم، از مفرد تشخیص میدم. مثلا ببینید بچه ها، من میگم اعالم. اعالم رو نگاه کنید بچه ها، اعالم. پس هر کلمه بر وزن افاعل بیاد 100% اسم تفضیل نیست، من میام مفردش میکنم تشخیص میدم. اعالم میشه اعالم عالم. خب عالم میتونه اسم تفضیل باشه؟ نه نمیتونه باشه. پس هر کلمه بیاد بر وزن افاعل مفردش میکنم. مثلا گفتیم اماکن میشه مکان، اینجا دیگه اسم تفضیل نیست بچه ها. مشخص، خیلی خوب خوندید، آفرین. یعنی درس دیروز رو خدا رو شکر خوب خوندید. خب قبل از الان من یه چیزی رو بگم، خب بعدش بهتون زمان میدم سوالاتتون رو بپرسید بچه ها. یه لحظه گوش کنید فقط من این نکته رو بگم که میخوام تست بهتون بدم حل کنید تو خونه مشکلی نداشته باشید. یه لحظه گوش کنید بچه ها، نگاه کنید بچه ها. اگر من عیب داشته باشم یا رنگ داشته باشم، اینا تو سوالات کنکور مهمه، گوش بده به من. اگر من عیب داشته باشم یا رنگ داشته باشم، اینها بچه ها عیب و رنگ همیشه بر وزن افعل میان که مذکرشونه، مؤنثشون هم بر وزن فعلا میاد. گوش بده به من، مذکرش بر وزن افعل میاد، مؤنثش بر وزن فعلا میاد. گوش کنید بچه ها، اگر عیب داشتی، اگر عیب داشتی، رنگ داشتی، الان میگم مثل چی؟ اگر عیب یا رنگ داشتید، به هیچ عنوان اینها اسم تفضیل نیستند،
بلکه میشن صفت مشبهه. پس گوش کن، اگر عیب یا رنگ بود میشه صفت مشبهه. رنگ رو اول میگم، بعد عیب و پایینش می‌نویسم که راحت تر باشه. مثلا میگیم احمر، اخضر، اسود، ابیض، اصفر. اینها همه رنگ بر وزن چی اومدن؟ افعال اومدن، درسته؟ احمر یعنی قرمز، قرمز، سبز، سیاه یا مشکی، ابیض، سفید، اصفر، زردن. اینها رنگ ها میشن صفت مشبهه، اسم تفضیل نیستن. مثلا تست کنکور اینجوری به شما میده، عینی کلمتون لیس اسم تفضیل. میگه خدا میگه از گزینه های زیر اسم تفضیل نیست. اینجوری گزینه بهت میده، مثلا میگه امجد، اعلم، بعد میگه اقنا، بعد اینجا میگه ابیض. کدومشونه؟ کدومشون اسم تفضیل نیست؟ شماره یه آفرین میشه ابیض. ابیض اینجا، ابیض اینجا در واقع چی هستش بچه ها؟ اسم تفضیل نیست. پس سوال اینجوری میاد براتون، دقت کن دخترم. میگه مثلا کده میگه از تستای زیر اسم تفضیل نیست، میاد شما اینجوری میگید. پررنگ پررنگ میریسته، ولی متاسفانه نور میخوره به تخته. خب من عکس میگیرم میفرستم، شما که دیگه نگرانی ندارید، من دارم عکسشو میگیرم میفرستم براتون، پس نگرانی ندارید. مؤنثشون اینجوری میاد، من با یه رنگ دیگه مینویسم عکسشو میگیرم، شما فقط نگاه کنید به تخته، چون همینو میفرستم براتون. احمر میشه بر وزن فعلا میاد دیگه، حمرا، خضرا، مدرسه خضرا، سریال مدرسه خضرا رو دیدین دیگه، اسود، سودا، بیزا، کیسه صفرا رو که دیگه شنیدید، صفرا. خب اینها هستن. پس دقت کنید مؤنثشون بر وزن چی میاد؟ فعلا میاد. پس حمرا، خضرا، سودا، بیزا، صفرا، اینها چی هستن بچه ها؟ اینها مؤنث این رنگ ها هستن. حالا میریم سراغ بچه های لحظه، گوش کنید، من یه لحظه چت رو میبندم چون حواس همه به چت ها هستش. حالا میریم سراغ عیب. حالا عیب ها رو میگیم، میخواییم ببینیم که عیب مثل چی، مثلا ما چه چیزهایی داریم که اینها عیبن. مثلا من میگم احمق. احمق یعنی چیه طرف؟ نادانه، که مؤنثش میشه همقار. بر وزن چی میاد؟ بر وزن فعلا میاد. یا مثلا میگیم اعما. اعما یعنی چیه؟ کوره، میشه انبیاء مؤنثش. مثلا میگیم ابکم. ابکم یعنی کسی که لاله. ابکم بر وزن افعل هستش، کسی که لال هستش. یا مثلا میگیم اسم. اسم باز هم کسی هستش که کره، ناشنواس. یا مثلا میگیم ابتر. میگیم ببینم دیده میشه اینجا، ابتر یعنی کسی که نسل ها رو قطع میکنه، کسی که دنبوریده است. ابتر یعنی دنبوریده، کسی که نسل ها رو قطع میکنه میگن ابتر هستش. اعوج. اعوج کسی که کجکوله است. اعوج خب کسی که کجه، کجکوله هستش رو میگن اعوج. پس دقت کنید بچه ها، اگر عیب بیاد گوش بده ببن، اگر عیب بی بچه ها، اگر عیب بیاد یا رنگ بیاد به هیچ عنوان اسم تفضیل
نیستن بلکه صفت مشبه هستن. احمق نادانه، اعما کسی که کوره، ابکم لاله، اصم کره، ابتر دنبوریده است. پس اگر دقت کنین اعما کوره دیگه، کور چی میشه؟ خود دیگه اعمای دیگه، کسی که کوره. پس دقت کنین بچه ها، اگر کلمه بیاد عیب یا رنگ باشه توی تستا دقت کنید، اینها جزء صفت مشبهه هستن و هیچگاه اسم تفضیل نیستن. من از کل تخته الان عکس میگیرم. خب حالا بهتون زمان میدم بچه ها، هر کسی سوال داره دستشو ببره بالا. قبیح هم قبیح نمیشه، قبیح بر وزن افعل و برای این دوتا وزن باید باشه، فقط این دوتا وزن باید باشه، نمیتونه باشه. عکس تخته رو گرفتم براتون میفرستم. هر کسی بچه ها سوال داره دستشو ببره بالا، من ببینم کسی که سوال داره که من میکروفون رو بهش بدم. هر کس سوال داره دستشو ببره بالا. غزل، خب میکروفون دست شماست، لطفا صحبت کن. قبول کن. نرگس شما هم میکروفون دارید. عسکری شما میکروفون دارید. سلام خانم، صدامو دارید؟ یکی یکی صحبت کنید لطفا. اول سلام خانم، صدامو دارید؟ خانم آلبوغوبش، درسته؟ بله خانم آیدم. بله بله بفرما. خانم ببخشی، ببینید میت، خب میت چی چی؟ مرده، میت میت؟ مرده. خب میت، بله بخون. خب نه آخه الان داخل واژه ها یه ساکنه. چی ساکنه؟ واژه های درس یه ساکنه، واژه های کتاب رو میگن، درس اول عربی 11 ها. یه ساکنه. ما خانم جمعش میشه اموات و موتا، درسته؟ درسته. خب اموات ما میدونیم جمع مؤنث سالمه. خب بعد خانم موتا بر وزن فعل هستش. اموات، اموات جمع مکسره. مؤنث جمع مکسره؟ مکسره. موت میشه اموات. بعد خانم موتا بر وزن فعل است، اما میگیم اسم تفضیل نیست، درسته؟ موتا موتا نیست. اسم تفضیل نیست؟ نیست. آها خیلی ممنون. فعلاه تو میگه ما، این ما، این فعلا نمیتونه باشه دیگه. ممتون. آها بله مرسی، خواهش میکنم. خب خانم، سلام خانم، خانم چهارده چیریک بفرمایید. سلام خانم، صدا ما دارید؟ بله بله خانم. اسم تفضیل واسه مؤنث بخوایم جمع ببندیم بر وزن فعلا چطوریه؟ میتونیم با الف و ت بش بدیم، مثلا میگیم، میتونیم بگیم مثلا کبرایات، ولی جمع بسته نمیشه، ما بیشترش جمع نمیبندیم، فقط بیشتر برای مذکر جمع بسته میشه. با الف و ت میتونی جمع ببندیم. بله ممنون، خواهش میکنم. خانم عسکری هم صدای منو داریم؟ بله ایزان بفرمایید. خانم هر عیبی جزء صفت مشابه میشه یا فقط عیب های بر وزن افعل بر مذکر بیاد مؤنثش فعلا بیاد؟ فقط در این صورت. هر عیبی که بر وزن افعل و فعلا بیاد میشه صفت مشابه. بعد صفت تفضیل مؤنث فقط و فقط به عنوان صفت به کار میره دیگه. ببینید بچه اصلا من بر وزن افعل. خب بفرما صفت تفضیل مؤنث فقط به عنوان صفت پیشین به کار میره، درسته؟ نمیتونه مقایسه ای بشه. بله بله خیلی کم، ما بیشتر ما از اسم تفضیل در مذکر بیشتر استفاده میکنیم. ممنون، خواهش میکنم عزیزم. خب خانم غزل صالحی شما میکروفون دست شماست. سلام. سلام سلام خانم، صدام میاد؟ بله بله بفرما. خانم من چند تا سوال داشتم. یه نکته گفتید، این که حرکت آخر اسم تفضیل با توجه به نقشش توی جمله تغییر می‌کنه. بله. من اینو متوجه نشدم. میشه یه مثال بزنم؟ مثلا من میگم اکبر، خب مثلا میگم زینب اکبر رو، خب
چون زینب مبتداست اکبر رو چی رو او گرفت چون خبر شد، درسته؟ ببین دقت کن، اسم تفضیل حرکت آخرش ممکنه فاعل باشه او بگیره، خب؟ اگر مثلا مفعول باشه اما چی بگیره؟ اه میگیره. اگر مثلا جار مجرور یا مضاف الیه باشه چی بگیره؟ کسره میگیره. پس حرکت آخرش با توجه به نقشش در جمله تغییر میکنه. بعد خواهم ببخشید توی این نکته آخری که گفتید ای برنگامش از صفت مشبهه، بعد گفتید مذکرش بر وزن افعل باید بیاد، ولی اعما که میشه کور بر وزن افعی میاد، بر وزن افعل نمیاد. اعما ما داریم. ببین ما میگیم اسم تبذیر مذکر، میگیم افعل، افعل، اینا هستن. وزنشو دقیقا میخونم براتون. اما افعا اسم تفضیل مذکره. آها من فکر کنم باید در وزن افعال بیارم. نگاه وقتی من میگم اسم تفضیل مذکر، وقتی من میگم افعال، یعنی منظورم افعا و افعلا هم جزش حساب میشه. یعنی کلن اونه مذکرم. خب آها بعد خانم ببخشید فقط سوال آخرم بپرسم، مضارع اخباری و مضارع التزامی با همون قد ساخته میشن درسته؟ اگر قد بعدش مضارع بیاد میشه التزامی با شاید و اخباری. اگر با مثلا گاهی بیاد بله اخباری معنی میشه. ممنون خانم. الهه میکروفون دست شماست. الهه میکروفون قبول کن. متوری میکروفون دست شماست. سپیده میکروفون دست شماست. سپیده بپرس. سپیده صدای منو داری؟ سپیده متوری شما دوتا میکروفون دست شماست، لطفا بپرسید. شهرزاد شما هم میکروفون رو قبول کنید. آبادی میکروفون دست شماست. هر کدوم صدای منو داره بیاد بالا. سلام خانم، صدای منو داری؟ بله خانم بهادری بفرمایید. خانم قایم ببخشید، شما گفتین که اسمای تبذیل مؤنث در مواقعی به کار میرن که برای صفت باشه، یعنی حالت مقایسه نداشته باشه. اینا برای اسمای مؤنث لفظی مثل زکریا هم همین جوریه؟ یعنی از اسم تبذیل مؤنث واسهشون استفاده میکنین؟ نه زکریا خب اسم مرد دیگه. خب جزء مؤنثه لفظی. ببین کلا اگر حالت مقایسه، همیشه حالت مقایسه چه مذکر چه مؤنث باشه فقط از مذکر استفاده میکنیم. اسم تفضیل مؤنث فقط برای صفت میاد، مثلا زینب بزرگ، فاطمه بزرگ، همین حالت صفتی فقط میاد و خیلی کم میاد، ولی اسم تفضیل مذکر همیشه تو همه جملات میاد. بله ممنون. خانم آبادی بفرمایید. صدا منو دارین؟ بله صدا منو دارین؟ بله اسم بفرمایید. میشه گفت مثلا صفت مشبه جزی از اسم تفصیله؟ نه اصلا. ببین ما میگیم مشتقات 8 هستن درست؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضیل، صفت مشبه، اینو مشتق خودش جداست، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت. خود صفت مشبهی جداست، یه نوع مشتقه، پس نمیتونیم بگیم یکی هستش. خب بفرمایید سال ادامه سالت. مائده و متوری. خانم قایم ببخشید خواستم بپرسم در مورد همون قد. خانم توی کتاب گفته که اگر قد بر سر فعل ماضی بیاد برای نزدیک ساختن زمان فعل به حال و معادل ماضی نقلی است، یعنی چی؟ من تازه توضیح دادم دیگه برات. گفتم دیگه اگر خب نه ببین نه خب برای توضیح ندادی، برای که دیگه توضیح دادی. توضیح دادم همی الان کجا بودی؟ گفتم اگر خب برای من ببین یه لحظه گوش کن، ما گفتیم اگر قد بعدش فعل ماضی بیاد این قد حرف تحقیق میشه، در ترجمه ماضی نقلی ترجمه میشه. گفتم قد قال میگی گفته است، میشه ماضی نقلی.
بخوام ببخشید تو همین صفت مشبه ممکنه یه کلمه باشه هم صفت مشبه باشه هم اسم تفضیل؟ غیر ممکنه چون دوتاش جدا از همن غیر ممکنه. خانم عجم اکرامی سوالتون رو بپرسید. خانم الان شما صدای منو دارین؟ بفرما. خانم ببخشید من این سوال رو داشتم. خانم ما وقتی میگیم که وقتی قد با ماضی میاد میتونیم بدونی که به صورت نقلی معنیش کنیم توی جمله با همون قطعا و بیشک هم معنیش کنیم. بله. اگه با مضارع بیاد میتونیم دوباره با همون صورت همون قطعا و بیشک معنی کنیم؟ نه قد اگر مضارع بیاد اون دو تا شرط رو داره، یا شاید التزامی گاهی اخباری، اینه دیگه نمیشه کرد. حالا برای قد ماضی میتونیم کار بکنیم ولی برای قد مضارع نمیتونیم کار بکنیم. من گذاشتم که زمانی که من قواعد درس یکم تمام شد و تمرینات رو شروع کردیم به حل کردن، آخرش بیام متن درس رو با هم دیگه شروع کنیم، یکی یکی اعراب کنیم و تمامی نکات فن ترجمه متن درس رو یکی یکی بگم بنویسینش. چون نوبت اول شما سه تا درس بیشتر نیست، سه تا درس ترجمه درس چهار فقط هستش. به خاطر همین من گفتم هر ماه یک درس من میدم، در کناری که یه درس دارم میدم اینجوری هستش: یک جلسه تدریس میکنم قواعدو، یه جلسه تست رو بررسی میکنیم، یه جلسه نکته میگیم مثلا از ترجمه، جلسه بعد تست ترجمه رو میگم که امسال بیشتر تست کار کنیم در کنار قواعد. به خاطر همین خواهش میکنم. خانم متوری میکروفون قبول کن. خب اگر نمیتونی قبول کنی چت کنید بچه ها، من چت رو فعال میکنم. خب ادامه میدیم بچه ها. پس گفتیم بچه ها اگر اسم تفضیل من گوش بدید، اگر اسم تفضیل من برای مذکر بود چه کار میکنیم بچه ها؟ اگر اسم تفضیل من مذکر بود بر وزن افعل، افعا، افعلا میاد. حالا اگر ای بیا رنگ بود بچه ها، اگر ای بیا رنگ من بر وزن افعل و افعا و افعلا بیاد، دیگه اسم تفضیل نیست، میشه صفت مشبهه. خب اشکال نداره میکروفونت. الهی یه بار دیگه سوالتو بپرس ببینم سوالت چیه. موتا اینجوری نوشته میشه. ببین ما تلفظ مهمه. ببین چون میگیم موتا ما، این ما نوشته میشه، ما میگیم فولا. ببین میگیم فولا، این او داره، این او با ا یکیه، نمیشه دیگه. خانم جمع رنگ ها مثل سودا، مثل سودا، یه لحظه من بخونمش. سودا باز هم میشه صفت مشبه؟ بله دیگه، بر اساس فعلاه. اگر اسم تفضیل بر وزن، ببینید بچه ها یه بار دیگه میگم، اگر ای بیا رنگی بر وزن افعل بیاد، افعل بیاد، افعا بیاد برای مذکر، مؤنثش بر وزن در واقع فعلا بیاد، اینها هر دو میشه صفت مشبهه. کلاس امروز بچه ها تمام شد. اگر سوالی چیزی ندارید میتونیم کلاس رو تمام کنیم. سوالات تست شما خسته نباشیم، واقعا خیلی خوب بود بچه ها. انشاءالله جلسه آینده ولی آزمون رو میگیرم. جلسه آینده فرار نمیتونید بکنید، کلاس هفته آینده آزمون دارید بچه ها، هم تستی هم تشریحی. انشاءالله امشب هم براتون تستشو میفرستم انشاءالله، اگه خدا بخواد و زنده باشیم. خدا نگهدارتون.